سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخواستم در مورد ویروس کرونا دوباره صحبت کنم و لاکداون و اینکه به احتمال زیاد تا اواخر ماه مارچ هم این اقدامات توی آلمان ادامه داره. گفتم به جای این اخبار کسل کننده بیام در مورد چند تا اخبار جدید که هم میتونه جذاب باشه و اینکه شما هم میتونین یه چیزی ازش یاد بگیرین صحبت کنم. یکی از اونها در مورد خودروی برتر اروپا هستش که همین چند روز پیش معرفی شد و جالب اینجاست که این خودرو دیگه متعلق به کشورهای اروپایی نیستش. خبرهای بعدی هم در مورد پلتفرم یوتیوب و اینستاگرام هستش که چند تا امکانات جالب رو بهشون اضافه کردن که توی ادامه ویدیو شما اونا رو میبینید. بر اساس رأی رسانه‌های خودروی در اروپا، خودروی تویوتا یاریس که محصول ژاپنه، خودروی برتر سال 2021 در اروپا شد. این خودرو تونست از فوکس واگن ID3 هم امتیاز بیشتری به دست بیاره. هر سال خودروی سال اروپا بر اساس رأی و نظر رسانه‌های خودروی اروپا از جمله آلمان انتخاب میشن. امسال از آلمان خودروی فوکس واگن ID3 که یک خودروی تمام برقیه، تونست به مرحله نهایی برسه و بسیاری امید داشتن این خودرو بتونه مقام خودروی سال اروپا رو کسب کنه، اما در نهایت امتیاز تویوتا یاریس بیشتر شد و این خودرو به عنوان اتومبیل سال اروپا برگزیده شد. تویوتا یاریس جدید مصرف پایینی داره و در نسخه هیبریدی هم عرضه میشه. این خودرو یک اتومبیل اقتصادی شهریه که در جهان طرفداران بسیاری داره. تویوتا در جهان به دوام بالا و هزینه نگهداری کم هم معروفه. یوتیوب در رقابت با اینستاگرام و تیک تاک سرویس جدید خودش رو به نام یوتیوب شورتس منتشر کرده. این سرویس البته فعلا در آمریکای شمالی فعال شده و جایی برای اشتراک فیلم‌های کوتاه هستش. دقیقاً کاری که کاربران در اپلیکیشن تیک تاک می‌کنن، در این پلتفرم هم نیز می‌تونن انجام بدن. این سامانه فعلا در حالت آزمایشی هستش و تنها برخی از کاربران در آمریکای شمالی به اون دسترسی دارن. پس از رفع اشکالات، یوتیوب شورتس در جهان به صورت عمومی در دسترس قرار خواهد گرفت. تونسته به 1 میلیارد کاربر فعال در جهان برسه و یوتیوب امید داره سرویس جدیدش با استقبال روبرو بشه. لایو رومز از امکانات جدید در اینستاگرام هستش که به 4 نفر امکان اجرای برنامه پخش مستقیم رو میده. اینستاگرام همچنین قابلیت‌های جدید صوتی رو به این سامانه اضافه خواهد کرد. با روش جدید لایو روم، 4 نفر به صورت میزگرد میتونن با همدیگه بحث کنن. اینستاگرام در اطلاعیه جدید خودش گفته که قصد داره ابزارهای جدید رو برای تولید محتوا به صورت تعاملی به پلتفرم خود اضافه کنه. گزارش‌های جدید نشون میده سرعت شبکه 5G برخلاف ادعاهای اولیه برای سرعت اون پایین‌تر هستش. دیجیتال ترنس گزارش داده که سرعت اینترنت 5G در آمریکا حدود 2.7 برابر سرعت شبکه 4G هستش. البته سرعت دانلود مشابه یا حتی در مواردی کمتر از شبکه 4G هم گزارش شده. سرعت این اینترنت در آمریکا حدود 50 مگابیت بر ثانیه هستش، اما این عدد در آسیا بسیار بیشتر گزارش شده، طوری که در کره جنوبی عدد 300 مگابیت بر ثانیه هم ثبت کرده. امیدوارم این خبرهای کوتاه براتون مفید بوده باشه. اگه کانال منو سابسکرایب نکردین، خوشحال میشم برای حمایت از من کانال منو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو لایک کنین تا این ویدیو به افراد بیشتری از طریق یوتیوب پیشنهاد بشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.